بله، از آن باز هم ادامه ای برنامه صبح فردا است و اینه خوشبختانه در کنار دکتر صاحب حسین صمیمی معالج امراض چشم هستیم که روی موضوع ضعیفی چشم در کودکان صحبت میکنیم که چه علت باعث میشه بعضی کودکان البته چشمشان ضعیف هستن. دکتر صاحب سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمد. سلام، صبح شما بخیر و صبح همه بینندگان تلویزیون رای فردا بخیر، امیدوارم صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشید. سلامت باشین دکتر صاحب. بعضی وقتا خیلی از خانواده ها متوجه از این نمیشن کودکشان دچار ضعیفی چشم هست. حالا یک خانواده از کجا بفهمه که کودکشان چشمشان ضعیف است؟ خب این بحث ضعیفی چشم در اطفال یا در کودکان یک مقدار بحث پیچیده و گسترده هست، چون متاسفانه از اونجایی که خیلی روش‌های استاندارد وجود نداره تا اینکه ما بتونیم تشخیص کنیم که خب بله، این طفل یا این کودک از ضعیف چشم شکایت داره، این مشکل داره یا نداره. خب تفاوت خیلی خاصی که داره این است که مثلا افرادی که بزرگسال هست یا افرادی که بالغ هست، اینا خب میتونه به صورت بسیار آشکار در هر مرکز صحی چشم که مراجعه کنه خب از مشکلی که داره شکایت بکنه، ولی اطفال متاسفانه این توانایی رو نداره. بنابراین بعض رفتارهایی که در اطفال باید توجه صورت بگیره از طرف والدین، درست، اینا در واقع همون تشخیص ابتدایی در ارتباط با ضعیفی چشم در بین اطفال هست. این رفتار یا این حرکات در مجموع دو تا حرکت است که در اطفال باید به طور نرمال باشه، یکی حرکت ساکت میگن و یکم حرکت پرسویت یا تعقیب کننده. معمولا این دو تا حرکت در سنین دو تا سه ماهگی تکمیل میشه و در واقع باید یک طفل قادر باشه تا سه ماهگی باید همون اشیایی که والدین حرکت میده باید طفل قادر باشه اینا را تعقیب بکنه. در صورتی که تعقیب نمیتونه، در صورتی که این حرکت تعقیب کننده در اطفال درست شکل نمیگیره، خب یک از دلایلی است که طفل دچار ضعیفی چشم است، یا ممکن است از ضعیفی چشم یک چشمش درگیر باشه یا هر دو چشمش درگیر باشه و یا علتهایی که باعث شده که این ضعیفی چشم در نزد اطفال به وجود آمده باشه. این علتهایی که یک فامیل یا یک خانواده میتونه که تشخیص بکنه که طفلشان یا این کودکشان دچار ضعیفی چشم هست و یگانه راهش همین است. و راه دومش که متاسفانه خب خیلی رایج نیست در کشور ما و شما، متاسفانه این است که از یک طرف چون بینایی کودکان خیلی مهم و ضروری هست، این است که باید اطفال هر سه ماه چک بشن در مراجع صحی چشم یا در مراکز صحی چشم، از شروع تا سه ماهگی، از سه ماهگی تا شش ماهگی، از شش ماهگی یک سالگی، همینطور دوامدار منظم تا سه سالگی رو باید اینا چک بشه و در مراکز صحی چشم باید فالوآپ شه و چک اپ شه. متاسفانه خیلی مروج نیست در کشور ما، باید این اتفاق بیفته. دقیقاً بله. دکتر صاحب ضعیفی چشم در نزد کودکان میتونه هرسی باشه یا خیر؟ دقیقاً هست. یعنی علتهایی که چشم اطفال درگیر میکنه که ضعیفی ایجاد میشه، علتهای مختلف وجود داره، یا ریسک فاکتورهای یا عواملی که باعث میشه که این ضعیفی چشم در نزد اطفال به وجود بیاد، یکی از اون علتها همین بس ارثی هست یا ژنتیک هست و علت های دیگه مثلا امراضی که در دوران حاملگی ایجاد میشه در نزد مادر، اینا میتوند اطفال درگیر بکنه و از ضعیف چشم اینا را ایجاد بشه برش. و علت های دیگه کم هست ادویه هایی که در دوران حاملگی از طرف دکتران مزاد استدبابه، یعنی نباید استفاده شه اما استفاده میشه یا خودسرانه هم تاسفانه استفاده میشه، اینا همچنان دلیلی بر ضعیف بودن چشم در نزد کودکان هست. درست، بسیار عالی. حالا دکتر صاحب، این ضعیفی چشم کودکان هم خوب میشه یا خیر، یا فقط ما میتونیم کنترلش کنیم؟ خب این خوب شدن و اینی که چگونه باید خوب شه، وقتی که ما بحث ما در
ارتباط با بینایی اطفال هست، آنطوری که بیشتر هم بحث شد یک مقدار پیچیده و یک مقدار جنجالی هست نسبت به کلان سالا. در مجموع یک بحثی وجود داره به نام سنسیتیو پریود یا یک دوره حساس در نزد همه آدم ها از بدر تولد. این دوره یک دوره هست که عضویت با موارد و منابع بیرونی یا تربیت ریاکشن خاصی داره و این ریاکشن باعث میشه که همون اعضای بدن گسترش و توسعه پیدا کنه. یکی از راههایش هم همین ایمپلس های بینایی هست. در صورتی که این ایمپلس های بینایی به درستی تحریک نشه، این باعث میشه که حداقل همون بینایی که باید برای اطفال شکل بگیره شکل نمیگیره، این باعث میشه که ضعفی ایجاد شه. بله. و در ارتباط با بحث شما این است که خب تنها کاری که فعلا راهکاری که وجود داره، اول که باید طفل چک شود و دیده شود که ضعیفی چشم این اطفال یا ضعیفی چشم این طفل از چی به وجود آمده، علت ضعیفی این دیدی طفل از چی است. مثلا ضعیفی رفرکتیو ایرور یا خطای انکسار است که خب راهکار وجود داره که برشان عینک تجویز شود، یا علت های دیگه ای که مثلا نظیر پرده چشم یا مشکلات دیگه ای یا مشکلات امراض ولادی که در ارتباط با این طفل وجود آمده، اینا رو باید بررسی کنه و تا زمانی که علت پیدا نشده یعنی تداوی درست نتیجه نمید. وقتی که علت پیدا شد که مطابق با علت میتونن که تداوی را آغاز بکنن. این در ارتباط با خوب شدنش امکانش هست، در صورتی که خب درست تشخیص شد مطابق با تشخیص درست تداوی آغاز کرده امکانش هست. بسیار عالی دکتر صاحب. حالا کودکان ما شاهد هستیم که خیلی از خانواده ها برای کودکاشون یا همو گیم هایی که در موبایلشان هسته و کودکانشان استفاده میکنه و بعضی داستان ها و قصه ها رو میان از طریق موبایلشان برای کودکشان نشان میده و این چقدر تاثیر میگذاره برای که کودکشان چشمشان ضعیف شه. خب در مجموع همچنان در اطفال و در همگی استفاده کردن از موبایل یا همین موبایل های هوشمند و کامپیوتر اینا مشکلات زیاد را ایجاد میکنه، مخصوصا در ارتباط با ضعف بینایی و مخصوصا در اطفال، چون از یک طرف اطفال حساس است و از طرف دیگه همون میکانیزم هایی که در داخل چشم صورت میگیره تا برای یک دیدی کامل و شفاف اینا در حال تکمیل شدن هست، بنابراین آسیبی که در این دوره برای اطفال ایجاد میشه از شعاعاتی که از صفحه موبایل و کامپیوتر ساطع میشه، یعنی در چشمشان برخورد میکنه. تحقیقات نشان میده که از صفحات موبایل و کامپیوتر یک نوع نوری ساطع میشه به نام بلوری یا نوری آبی که به چشم دیده نمیشه، نان ویزیبل هست و این فوق العاده روی چشم مضر هست، بر علاوه که مثلا روی چشم اطفال فوق العاده مضر هست و روی تمام چشم هایی که کسایی که سر و کار داره مشکل ایجاد میکنه. بله دقیقاً. بله. خب راه های پیشگیری از ضعیف شدن چشم چی میتونه باشه دکتر؟ خب بحث پیشگیری در اطفال باید اولین کاری که اولین راهکاری که وجود داره این است که ما میخواهیم که والدین محترم هم دقیقاً توجه داشته باشه در ارتباط، چون بحث بینایی اطفال یک مقدار بحث جنجالی و پیچیده هست، ولی متاسفانه هر آنجایی که ما میبینیم و شاهدش هستیم هر کسی میاد به اصطلاح چک میشه طفل و یک تصمیمی در ارتباط با این طفل گرفته میشه که آیا چی کار بکنه. ولی بحث ما اینه که چون باید دقیق چک شود در مراکزی که حداقلش پرسنل صحی وجود داره، پرسنل صحی تخصصی وجود داره، اینا چک بشه و راهکاری که وجود داره اینا چک اپ بکنه هر سه ماه از تولد تا سه ماه، از سه ماه تا شش ماه، از شش ماه تا یک سال، از یک سال تا دو سال، از دو سال تا سه سال، این سه سال دور اول زندگی باید شش بار چک شود. درست. از لحاظ بینایی و همچنان بعد از اینه که ما از 3 سال بالا میریم سنین قبل از مکتب میشه 5 سال و زمانی که طفل شامل مکتب میشه باید یک بار درست دقیقاً از لحاظ بینایی چک شه که آیا طفل مشکل بینایی داره یا نداره. اگر مشکل بینایی داره خب برای مشکل بیناییش رسیدگی شه که مثلا راهکار این است که عینک برش تجویز میشه یا مشکلات دیگه وجود داره که تا
علت دیگه برطرف شه. ولی اگر که این راهکار اینا تعقیب نکنه، این راهکار دیگه این است که کار میتونه که حداقل مواردی که در ارتباط با بینایی متضرر میسازه اینا را از نزد طفل دور بسازه. مثلا یکی از نمونایش همین موبایل کامپیوتر هست یا همین گیم های موبایل کامپیوتری که مثلا متاسفانه اطفال ها به طور بسیار وافر استفاده میکنن. این را جدی بگیرن و کوشش بکنن که استفاده را به حد اقل برسن. بله بسیار عالی دکتر صاحب. در اخیر هم روی راه های تقویت بینایی هم صحبت داشته باشین که حالا خانواده که کودکشان دچار ضعیفی چشم شده با چه راه های تقویتی را هم پیش بگیره؟ خب در بحث تقویت بینایی این است که این راهکار خیلی خاصی وجود نداره. اینی که فرض کنین مثلا والدین محترم در شبکه های اجتماعی یا در مثلا سایت های گوناگون مطالعه میکنه یا سر میزنه به نحوی، بله، خیلی راهکار مشخص در ارتباط با تقویت بینایی وجود نداره متاسفانه. ولی کاری که میتونه اینا کوشش بکنه که حداقلش راهکاری که اینا در خانه میتونه این کارو بکنه، کوشش بکنه که برای اطفال غذاهای را تهیه و آماده بکنه برای اینا که دارای ویتامین A، E، C هست. چون ویتامین A و E مهمترین رول در ارتباط با بینایی داره و مخصوصا ویتامین A. کوشش بکنه این غذاها را برای اطفالی که دچار ضعف بینایی هست، جدای از اینه که راهکاری که از طرف دکتر معالجشان در نظر میگیره اینه که آینک هست یا مثلا راههای دیگه هست، ولی راهکاری که در خانه اینا تعقیب بکنه همین هست که باید غذاهای را تهیه بکنه که دارای همین خصوصیات باشه. یعنی در مجموع راهکار خیلی مشخص در ارتباط با تقویت بینایی وجود نداره. دقیقاً. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر سپ، تشکر از تشریف آوری شما. ممنون شدم.